سلام بچه‌ها، من میسا هستم و خوش اومدین به یه قسمت دیگه از ویدیوهای آموزشی ما که در رابطه با گرامر هستش. توی امروز میخوایم در رابطه با صفات برتر یا همون comparative adjectives با هم دیگه صحبت بکنیم و این جزوه یکی از اون موضوعاتی بود که خیلی از شما به ما پیشنهاد کردین و از اونجا که من همیشه بهتون میگم پیشنهاداتتون رو بگین که من در رابطه باش ویدیو درست کنم، امروز تصمیم گرفتم که این گرامر رو بهتون یاد بدم که فوق‌العاده آسونم هست. And it's not a big deal. You can easily learn it without any difficulties. بدونش مشکل میتونی یادش بگین. اما اگر که دکمه قرمز سابسکرایب روش کلیک بکنین و زنگوله بغلش رو هم بزنین، شما همیشه اول نفر خواهی بود که ویدیوی ما رو میبینین، لذت مرین و کلی مطالب خوب آموزشی ازش یاد میگیرین. خب بریم سراغ موضوع comparative adjectives. بچه ها comparative adjectives یعنی صفات مقایسه ای. comparative خودش یه adjective هستش، یه صفت هستش که از فعل compare میاد. compare C-O-M-P-A-R-E. compare means مقایسه کردن. So comparative is the adjective form of compare, and we use comparative adjectives to compare two things or two groups. ما از comparative adjectives یا همون صفات مقایسه یا صفات برتر تو فارسی بهشون میگیم استفاده میکنیم که دو تا چیز یا دو تا گروه رو با هم دیگه مقایسه کنیم. مثلا از لحاظ زیبایی دو تا گروه رو مقایسه کنیم، بگیم مثلا گروه A از B زیباتره، دانش آموزای این کلاس از دانش آموزای اون کلاس باهوشترن، چه میدونم این از این خوشگلتره، این از این خوشبوتره. این تر که در فارسی میگیم خوشگلتر، بهتر، خوبتر، همون میشه comparative adjectives توی زبان انگلیسی که ساختارش واقعا آسونه. فکر کنیم ما اینجا یه دو تا گروه داریم، گروه X و گروه Y. خب میخوایم بگیم X comparative adjective than Y. خب حالا این قاعده کلیشه، فعلا من به جملاتی که این ساختار رو دارن کاری ندارم. فعلا میخوایم بیایم ببینیم آقا این comparative adjective که داری میگی چه جوری ساخته میشه. یه adjective رو در نظر بگیرین، مثلا cold، سرد. cold is an adjective. حالا cold که صفت خالیه، چجوری میتونم comparative adjectiveش بکنم؟ چجوری میتونم از یک صفت خالی، از یه adjective ساده comparative adjective بسازم؟ قانون هایی که در رابطه با comparative adjective وجود داره خیلی آسون هستن و اصلا زیاد نیستن. الان بهتون توی دو سه تا تخت درس میدم، خودتون میبینین چقدر آسونن. تنها چیزی که مهمه گروه های مختلفش رو اگر یاد بگیرین دیگه ساختن جملاتش واقعا مثل همیشه easy peasy lemon squeezyه. خب من براتون توی چند تا تخته قواعدش رو توضیح میدم. خب اولا از این که یه صفت که به شما دادن، when you see an adjective at first realize it's one syllable or more than one syllable. وقتی بهتون یه adjective رو میدن اول نگاه کنین ببینین اون adjective یه سیلابی، یه بخشی یا بیشتره. الان adjective که من گفتم cold is one syllable. cold is one syllable. cold. اگر دوست داشته باشین میتونم بهتون شمارش سیلاب ها در زبان انگلیسی هم یاد بدم، خیلی آسونه. ولی اگه بخواین پایین کامنت بذارین من براتون حتما ویدیوشو میسازم اگه تعداد کامنت ها بالا بود. خب الان کلدی که من دادم وان سیلابیه. بریم قواعد وان سیلابل ادجکتیو رو با هم دیگه یاد بگیریم که ببینیم از وان سیلابیا چجوری میتونیم کامپرتیو ادجکتیو بسازیم. خب وان سیلابل ادجکتیو most of them we just add er to them. برای ادجکتیو هایی که یک سیلاب دارن برای بیشترشون فقط یه ER ته اون صفت اضافه میکنن. مثلا tall، tall one syllable. taller، cheap، cheap one syllable. cheaper، cold، cold one syllable. colder. پس تا الان فهمیدیم ادجکتیو هایی که یک سیلاب دارن اکثرا برای اینکه بخوایم comparative adjective ازشون بسازیم یه ER بهشون اضافه میکنیم. taller، cheaper and colder. حالا قانون دوم بچه دقت کنین، یه نکته داره. اگر اون adjective که به من میدن کلن سه حرف باشه، خب دقت کنین کلن سه حرف باشه، یا سه حرف آخرش بیشتر از سه حرف باشه که سه حرف آخرش به consonant، vowel، consonant ختم بشه، چجوری ER رو اضافه میکنم؟ پس last three letters
consonant, vowel consonant. یعنی اگر یه adjective سه حرفی داری که کل اون سه حرف consonant, vowel consonant هستش یا بیشتر از سه حرفه ولی سه تا حرف آخرش consonant, vowel consonant هستش, double the last letter and then add er. آخرین letter رو double میکنیم بعد er اضافه میکنیم. بچه مثلا big رو ببینین, big one syllable, consonant, vowel consonant. بچه vowel ها رو من اینجا دوباره براتون می‌نویسم. A, E, I, O و U. چقدر O زشتی شد. A, E, I, O, U. اینا vowel ها هستن. حروف صدادار در زبان انگلیسی. A, E, I, O, U. هر چیزی غیر از اینا میشه consonant. مثل B, مثل G, مثل N, مثل M. هر چیزی غیر اینا میشه consonant. پس اگر سه حرفی بود خود سه حرف consonant, vowel consonant بود یا بیشتر از سه حرف بود که ستای آخرش consonant, vowel consonant بود, حرف آخر رو double میکنم. Big, bigger. Fat, consonant, vowel consonant. Fatter, double T. Thin. بچه ببینید الان اینجا TH رو داریم با هم, بیشتر از سه حرفه ولی آخرش ببینید consonant, vowel consonant. Thinner, hot, hotter, hot, hotter. دیدیم؟ پس bigger, fatter, thinner, hotter. بزرگتر, چاقتر, لاغرتر, گرمتر. تره میشه comparative. خب. When the last letter is Y, وقتی آخرین حرفتون Y هستش, وقتی میخواین ER رو بهش اضافه بکنین, Y مثل dry means خشک. Dry. به Y ختم شده. Y میشه I و بعد ER اضافه میکنیم. مثلا easy. البته easy دو بخشه. ولش کنین. Easy دو بخشه. Easy دو بخشه. Easy رو فعلا ولش کنین. کلن. الان مثال دیگه که یه حرفی باشه تو ذهنم نمیرسه. یعنی یه حرفی نه. یه بخشی باشه که به Y ختم بشه. یه بخشی که به Y ختم میشه وقتی میخوام ER بهش اضافه بکنم Y تبدیل میشه به I ER میگیره. Dryer. ببینیم بچه این قواعد نوشتنش رو دارم بهتون یاد میدم. خب. When the last letter is E, just add R. این دیگه آسونه. وقتی آخرین حرفتون Eه دیگه دابل E نمی کنیم که همون E رو نگه دارین, فقط یه R اضافه کنین. مثل larger. Larger. خب پس تا اینجا خوندیم وان سیلابی ها همشون ER میگیرن, همشون, و این قواعدشون بود. بیشترشون که فقط ER بهشون اضافه میشه, taller, cheaper, colder. اونایی که سه حرفشون یا سه حرف یا سه حرف آخرشون consonant, vowel, consonant double میکنیم, اونی که به Y ختم میشه Yش میشه I بعد ER اضافه میکنیم, و اونی هم که silent E تهش داره فقط R اضافه میکنم. این قواعدش بود. حالا What if the adjective is more than one syllable? What if the adjective is more than one syllable? اگر که ادجکتیو من بیشتر از یک سیلاب باشه چی کار کنم؟ خب دقت کنیم. Two syllables ending in y. بچه ها دو سیلابی هایی که دو بخشی هایی که به y ختم میشن ببینین چه جوری میشن. مثل happy y ختم شده. Pretty به Y ختم شده. Cozy به Y ختم شده. چه جوری میشن؟ دقیقا مثل این قاعده. بچه ها استثناءً ببینید دارم میگم استثناءً ادجکتیوهایی که دو سیلابی ختم شده به Y هستند هم ER میگیرن. فقط با این تفاوت که Yشون میشه I بعد ER میگیرن. Happier خوشحالتر. Prettier زیباتر. Cozier, راحت تر. Cozy means راحت. مثلا your house is so cozy means خونه شما خیلی راحته. خیلی حس خوبی به آدم میده. Cozier, راحت تر. پس Y should I و بعد ER رو بهش اضافه کردیم. خب دقت کنیم. بچه ها تو سیلابی هایی که یعنی دو بخشی هایی که به Y ختم میشن فعلا نکتش رو بهتون نمیگم. چون تخته بعدی رو بعد بهتون بگم. بعد نکتش رو بهتون بگم. خب حالا از یک سیلاب بیشتر یک مدل دیگه ای صفت های ما برتر میشن, یعنی کامپراتیو میشن. تا اینجا خوندیم که یک سیلابی هایی که یه سیلاب خالی ان ER میگیرن و استثناءن دو سیلابی هایی که به Y ختم میشن هم ER میگیرن.
حالا دقت کنید بچه ها، بیشتر از یک سیلاب به جز این گروه یه مدل دیگه ای، یک مدل دیگه ای که تو تخته بعدی توضیح میدم بهتون کامپریتیو ادجکتیو میشن، ولی یه سری لغت ها هستند که ای آر میگیرن با وجود اینکه بیشتر از یه دونن و با وجود اینکه اگر دوتایی هستن به وای ختم نمیشن. مثلا نها کنین narrow باریک، narrow دو سیلابه، خب بیشتر از یه دونه است، به وای هم که ختم نمیشه، ولی استثناءن میتونم بگم narrower باریکتر. simple simple دو بخشه، خب بیشتر از یه بخشه، به وای هم که ختم نشده، پس بعد اون مدل دیگه ای که قراره تو تخته بعدی بهتون درس بدم چیز بشه، کامپریتیو بشه. ولی درسته اگر بگیم simpler simple simpler. gentle gentler gentle gentler. quiet quieter quiet quiet quieter. clever cleverer cleverer. پس این گروه آبیه رو فعلا اینجا تو تخته نگاه کنین، narrower simpler gentler quieter and cleverer. توی تخته بعدی که قاعده سوم رو بهتون گفتم راجع به این بیشتر براتون توضیح میدم. یه نگاه به تخته بندازیم بریم با تخته دیگه برگردیم. خب بچه من برگشتم با تخته دوم. توی تخته دوم گفتم یه چند تا نکته میخوام بهتون بگم. تو تخته قبل که راجع به یک سیلابی ها و بیشتر از یک سیلابی، یعنی دو سیلابی هایی که به وای ختم شدن و یه سری استثناء پایین صحبت کردیم، حالا بیایم تو تخته دوم راجع به more than one syllable صحبت کنیم، بیشتر از یک سیلاب، به شرطی که جز به اون دوتا گروه آخر نباشه، یعنی دو سیلابی هایی که به وای ختم میشن و اون آبی که پایین براتون نوشتم، narrower دیگه چی بود؟ cleverer quieter and simpler. بجز اونا، بجز اون دسته آخر، هر چیز دیگه که بیشتر از یک سیلاب باشه چجوری کامپریتیوش میکنم؟ قبلش یک more اضافه میکنم. more beautiful. بچه ها نها کنین beautiful سه بخشه یا سه سیلاب داره. peaceful peaceful دو بخشه، ولی جز اون دو بخشه یا یه تخته قبل نیستا که به وای ختم شه. polluted polluted. significant significant چهار بخشه. arrogant arrogant سه بخشه. پس بیشتر از یک سیلابی ها به شرطی که جز اون گروه قبلی نباشن more میاد. more beautiful زیباتر. more peaceful آرامتر. more polluted آلوده تر. more significant چشمگیرتر. more arrogant از خود راضی تر. حالا نکته که وجود داره ما بچه ها، قاعده کامپریتیو ادجکتیو چیه؟ ما میگیم سلی خوشگلتر هست از ماری. مثلا ببینید چجوری میگم، سلی is more beautiful than ماری. پس بعد از تمامی کامپریتیو ادجکتیو ها than میاد. یادتونه اون فرمول اون بالا نوشته بودم، یعنی بلافاصله بعد از کامپریتیو ادجکتیو ما than داریم. حالا تو مثالایی که براتون میارم روی ویدیو میبینید، پس Sally is more beautiful، نها کنین more beautiful بلافاصله than. Sally is more beautiful than Mary مثلا. For example تهران is more polluted than Toronto. تهران از تورنتو مثلا آلوده تره. یا that girl is more arrogant than میسا. اون دختر از میسا از خود راضی تره مثلا. So بلا فاصله بعد از comparative adjective ما than داریم، همون ازی که تو فارسی میگیم، خوشگلتر از، more beautiful than، آلوده تر از، more polluted than. اوکی؟ خب این قاعده هایی که تا اینجا گفتم برای ادجکتیو هایی بود که حالا ای آر میگرفتن و مور. یه سری ادجکتیو ها هستن در زبان انگلیسی که irregular هستن. irregular means بیقاعده. We call them irregular comparatives. comparative ها یا صفت های برتر بیقاعده که عوض میشن. تعدادشون زیاد نیست، همین پنج تاست. کدوما؟ good, bad, little, much or many and far. good, bad, little, much, many, far. بچه ها این پنج تا
عوض میشه کامپراتیوشون. Good میشه better، خوب بهتر. Bad میشه worse، little less، much many more، far farther or further. جفتش هم درسته، یکیشون میتونی یاد بگیرید. So good better bad worse little less much many more far farther or further. So خوب خوبتر، بد بدتر، کم کمتر، زیاد زیادتر، far دور دورتر دورتر، farther or further. چند تا مثال نمیشم جا نگاه کنین. You play tennis better than I do. You play tennis better than I do. تو بهتر از من تنیس بازی میکنی. Better than. She has less milk than me. اون از من شیر کمتری داره. مثلا داریم شیر میخوریم، اون شیرش از من کمتره. She has less milk than me. She has less water than me. Less milk than me. خب. They can run farther than us. اونا میتونن دورتر از ما بدوئن. Farther than. این چرا میگه خط کشیدم than. So better than, less than and farther than. این همون از است که تو فارسی میگیم. خب قبل از اینکه تموم بکنیم، الان شما دارین چند تا تمرین رو میبینین جلوتون که من میخوام این چیزایی که بهتون یاد دادم رو در قالب تمرین براتون توضیح بدم که یه ذره بیشتر براتون جا بیفته. خب الان بچه ها توی این مثال ناکنی نوشه fill the blanks below to complete the sentences. خب میگه که جاهای خالی رو پر بکنین با همین comparative adjective هایی که خوندین. مثالش رو ببینین. I بعد تو پرانتز بهتون گزینه tall داده. My sister. خب خودش نوشه I'm or I am taller than my sister. خب این مثالی بود که خودش حل کرده. بریم سراغ بعدی. Sarah گزینمون چیه؟ ادجکتیومون بیزیه. Mary. So Sarah is busier than Mary. و دقت بکنیم بچه ها، بیزی از اون دو بخشه که به وای ختم میشه، پس اگر بخوام بنویسمش باید ER اضافه کنم و why تبدیل میشه به I و بعد ER اضافه میکنم. So Sarah is busier than Mary. Number 3. The sun گزینمون هاته. The earth. The sun is hotter than the earth. Hotter than. و دقت بکنین که چون consonant vowel consonant سه حرفش double T میشه. The earth large گزینمونه. The moon. The earth is larger than the moon. Larger than the moon. بزرگتر از، یعنی زمین بزرگتر از ماه. و دقت کنین large چون به ای ختم شده فقط یه آر بهش اضافه میکنم. Number 5. Elephants گزینمون بیگه. Horses. خب elephants میشه فیلها. میخوام بگیم فیلها از اسبا بزرگتر. و to be verb مناسبی که اینجا بهش میدیم are هستش. چرا؟ چون elephants جمعه. So elephants are bigger than horses. Elephants are bigger than horses. Bigger هم که double G میشه. چرا؟ چون consonant vowel consonant هستش. خب بریم سراغ بچه ها. این یه حالت کویزه، یه چند تاشو با هم دیگه حل بکنیم ببینیم چجوریه. باید توی گزینه ها گزینه کامپریتیو درست رو انتخاب بکنیم. نمبر 1 رو ببینین. Australia is big but Canada is blah 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 Australia. خب میگه استرالیا بزرگه ولی کانادا میخوام بگیم بزرگتره. So A big B biggest C bigger than. با این قاعده خونیم. Number C is the correct answer. So Australia is big but Canada is bigger than. پس C جواب درستمونه. David is 185 centimeter tall. He is blah 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 Andrew. 185 سانته. میخوایم بگیم از اندرو بلندتره. So he is taller than Andrew. پس گزینه A جواب درستمونه. Number 3. I think that summer is blah 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 than winter. I think that summer is blah 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 than winter.
خب میخوایم بگیم summer، یه صفت تفصیلی میخوایم استفاده کنیم. چرا؟ چون بعد از جا خالی than اومده. Good، better، the best. خب گفتیم گزینه C رو که نخوندیم، مثلا همین چیزی راجبش نداشتیم، میمونه گزینه A و B. گفتیم good اون دسته از adjective هایی هستش که عوض میشه، میشه better. پس گزینه B درسته. Number 4. My brother thinks this restaurant is blah 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 than that restaurant. برادرم فکر میکنه که این رستوران یه چیزی تره از اون یکی رستوران. خب گزینه ها رو ببینیم. More، worse، better، worse. better که نداشتیم. Bad جز اون گزینه ها، جز اون adjective هایی بود که عوض میشد. Comparativeش میشد worse. So گزینه C میشه جواب درست ما. خب این تمرین هم ببینیم بچه ها، آخرین تمرین همون هستش، دو سه تا از این حل بکنیم. توی این تمرین باید گزینه هایی که، یعنی یه سری لغت بهتون داده که جمله کامل نیست و این لغت ها میکس هستن، ما باید یعنی اوردر درستی ندارن، ترتیب درستی ندارن، باید ترتیب بزنیم. مثلا گزینه یک رو ببینین. summer، winter، hot. summer، winter، hot. تابستون، زمستون، گرم. پس میخوایم گرم، پس باید بگیم که تابستون گرمتر از زمستونه. So summer is hotter than winter. Summer is hotter than winter. Winter رو میتونیم winter هم بگیم. Summer is hotter than winter. تابستون گرمتره. Double T شده. چرا؟ چون CVCه. بریم سراغ بعدی. Football، bowling and exciting. خب میخوایم بگیم مثلا فوتبال از بولینگ هیجان انگیز تره. So exciting more than one syllable. پس بعد more بذاریم براش، دقت کنین. Football is more exciting than bowling. Football is more exciting than bowling. فوتبال از چیز، از بولینگ خیلی هیجان انگیز تره. Asia، Europe، big. Asia، Europe، big. خب آسیا از اروپا بزرگتر دیگه، پس میشه Asia is bigger than Europe. Bigger than. Number 4. Weekends، weekdays، good. Weekends که میشه آخر هفته، weekdays که میشه روزای کاری هفته، پس میخوایم بگیم روز آخر هفته ها بهتره. So good جز اون adjective بود که عوض میشد، پس باید بگیم weekends are better than weekdays. خب اینم از چند تا تمرینی که با هم دیگه حل کردیم. خب بچه ها، امیدوارم که از این درس لذت برده باشین و یادش گرفته باشین. یه سری تمرین با هم حل کردیم. همین تمرینی که با هم دیگه حل کردیم و من عیننشو براتون پی دی افشو میذارم توی چنل تلگرام با عکس تخته. پس فراموش نکنین که تو چنل تلگراممون جوین بشین. اگر لینکش رو ندارین میتونین از دسکریپشن یوتیوب اون پیدا کنین، زیر همین ویدیو هم لینکش هست. باز اگه پیدا نکردین بگین که براتون کامنت بکنم. ازتون میخوام چند تا جمله به صورت کامپاراتیو بنویسین، یعنی یه چیزی کامپاراتیو ادجکتیو than یه چیز دیگه که وان سیلابی باشه و اون استثناها باشه، وانس بیشتر از یک سیلابی به جز اون استثناها باشه و اونایی که ایرگولار یا بیقاعده هستن. امیدوارم که لذت برده باشین. اگر ویدیو دوست داشتین لطفاً لایکش کنین، به دوستان خودتون معرفی کنین و مثل همیشه حرف آخر لطفاً اگر موضوعی هست که دوست من در رابطه باش براتون ویدیو درست کنم، خوشحال میشم من در جریان قرار بدین. Till another video، take care، see you soon and bye bye.